برای به تصویر کشیدن وضعیت زندگی یک سرباز ارتش ملی، من و همکارم حالا به محل بودباش او می رویم. او اینجا در خانه مرد زندگی می کند که به گونه مجانی از وی سرپرستی می کند، زیرا محمد حسن مادر، پادر و تمام اقارب خود را از دست داده است. او 3 سال پیش، زمانی که در ارتش ملی خدمت می کرد، یک دست و دو پایش از اثر انفجار ماین در ولایت هلمند فلج شد. که اندک که دو لیوی سی وزفه ما بود، اولوسوالی گرش ما زخمی شدم سیب. در جنگ ماربه بود، مرا ماین بالا که سیب. در ماربه مرا ماین بالا که یک 4 نفر ما بیخد یک توتا توتا شد مرد سیب. یک 2 نفر ما و یک نفر دیگه زخمی شدم. هرچند او میگوید دست کم 2.5 سال زیر تداوی در بیمارستان سردار محمد داود قرار داشته است و یک بار هم برای تداوی به ترکیه فرستاده شده است، اما هنوز مشکلاتش پا بر جاست. این سرباز میگوید دکتران ترکی به وی گفته بودند که اگر به گونه پیشرفته درمان شود صحت یاب خواهد شد. دولت قدرت پور است، توانش داره، اگر جور کنه، اگر میتونه خروج روی کنه. حسن 26 ساله حالا توسط این مرد که او هم زمان سرباز ارتش ملی بوده و در جنگ پایش را از دست داده سرپرستی می شود. حسن می گوید وقتی که میاد بسترش در بیمارستان داودخان پایان یافت، او را توسط امبولانس بیرون آورده و به شهر رها کرده اند. می چیزی که ارگاناست، ما زنگ زده میریم که بیادر بیا پرسانی می ره کنین. ما خود کدام نظامیم نیستیم، ما حتی به یک سیر چوب احتیاج هستیم. اما حسن تنها از معلولیت و بی کسی رنج نمی برد، بل دوام زندگی این گونه بیشتر بر رنج او افزوده است. او می گوید تازه نامزد شده بود که زخمی شد و حالا نامزدش گفته که تا 7 سال برایش منتظر می ماند و اگر صحت یاب نشد با او عروسی نخواهد کرد. وقتی که ما نامزد ما اگر دست ما رفت ما چی کنم سیب؟ ما خودکشی می کنم سیب. اینه میقدر دولت میخوای مرا تداوی مرا میکنه، مرا پرسان کنه. به نظر میرسد حسن تلاش های زیادی برای بهبود صحتش انجام داده است، چنان که او برای چندین بار به وزارت دفاع، ریاست جمهوری و حالا به شورای ملی مراجعه کرده و مشکلات خود را با اعضای مجلس در میان گذاشته است. اما او از نتایج این تلاش ها ناامید به نظر میرسد. با این حال وزارت دفاع ملی میگوید اگر امکان درمان این سرباز در خارج کشور وجود داشته باشد، این وزارت اقدام خواهد کرد. کد دی و امکانات وی چې د دلته نه تداوی کیږي، نو د بهر ته هیڅ مشکل نشته چې د بهر ته ولیږي. زمونږ وطنوال دی، زمونږ د وطن یو هیوادوال دی، دا هیڅ په دې کې مشکل نشته چې خارج ته ولیږي. تنها محمد حسن نیست که در جریان خدمت سربازیش زخمی و معلول شده است و با چنین مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کند. شاید صدها سرباز گمنام دیگر نیز در کشور وجود داشته باشند که دور از دید دوربین رسانه ها زندگیشان مانند حسن و یا هم بتر از آن سپری می شود.